آداب زیادی داره، از جمله دو سه تا آداب شما خدمت شما و بینندگان عزیز عرض بکنیم. بله. یکی آدابش توجه ویژه به دعا و نیایش، خاصا او دعایی که از زبان دربار امام حسین علیه السلام در روز عرفه ایراد شد که الحمدلله والمنه به ما رسیده. خب ما می توانیم تقریبا بعد از ظهر روز عرفه که نزدیکای عصر روز عرفه این دعا را بخونیم. و باز از آداب دیگه روز عرفه است که می فرمایند انسان در روز عرفه غسل انجام بدهد، و اتفاقا طبق نظر حضرت آیت الله العظمى سیستانی یکی از غسل هایی است که از نظر معظم الله استحبابش ثابت شده، و وقتی غسل از نظر آقا استحبابش ثابت شوه از وضو هم چی میکنه؟ کفایت میکنه. پس بنابراین در روز عرفه غسل مستحب، وقت غسلش مشخص است که وقت وقتش روز عرفه یه. ولی حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرماند که بهتر است در نزدیکی های ظهر انجام شود، یا خود ظهر روزی نماز زهر عرفه رو که نماز ظهر خوانده شود، و تعقیب از او اگر کسی این توفیق داشته باشه که دعای عرفه امام حسین علیه السلام را بخونه یا هر دعای دیگری. درست. 100 درصدی رقم نیست که حتما باید دعای روزی عرفه امام حسین خوانده شود، هر دعایی را میتونه بخونه، و چی بهتر او دعایی که انسان با او دعا میتونه ارتباط برقرار کنه. اصل ایست که انسان بتواند با خالق خودش ارتباط برقرار کند. دعاهایی که از ائمه آمده چون دارای مزامین عالیه، ائمه چون میفهمه چه رقم با خدای تبارک و تعالی مناجات کنه، لذا ما بیشتر از این دعاها چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. یکی دیگه از آدابش روزه گرفتنه که بیننده ما به او اشاره بله. کرده بود که مستحب است انسان در روز عرفه روزه بگیره. البته خب در روز عید قربان روزه گرفتن جایز نیست، حرام است. در روز عید فطر روزه گرفتن جایز نیست، حرام است، اما در این روز مستحب است. البته به شرطی جناب حیدری بله. بزرگوار و بینندگان عزیز که می‌فرمایند اگر ما در روز عرفه روزه گرفتیم و این روزه باعث شد که ضعف به ما حاصل شود و از دعا کردن به صورت جد و جهد و با تلاش و با کوشش باز از دعای باحال ما باز روزه ما باعث شده که نتونیم باحال دعا شرکت کنیم. میفرمایند چنین روزه مکروهه، یعنی چی؟ یعنی ثواب و درجه از این روزه کمتره. پس بنابراین دعا اولویت داره. بله. پس بنابراین اگر کسی متوجه از این قضیه هست که روزه گرفتنش ممکنه به دعایش لطمه وارد شوه یا دعایش با او حال نتونه بخونه، میفرمایند که روزه نباید بگیره، یعنی روزه اگر بگیره روزیش ثوابش کم است. بس. بسیار عالی. دعاهای دیگه ای داره، ذکرهای دیگه ای هست که بینندگان میتونن به مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی مراجعه کنن و استفاده ببرن. ان شاء الله که خدای توفیق نصیب روزی ما بینندگان گرامی بکنه.